سلام بر شما به ویژه برنامه خبری ما خوش آمدید مناطق جنوب شرقی ایران مانند دیگر مناطق کشورمان از گروه های قومی و مذهبی مختلف تشکیل شده که سالیان سال در کنار هم زیستند و در هم آمیختند با این همه فقر، قاچاق مواد مخدر، هممرزی با کشورهای همسایه، تبعیض و نارضایتی اهالی از مسئولان محلی و حکومت مرکزی و دسترسی آسان به سلاح غیر مجاز، همگی از جمله عواملی هستند که در تضعیف امنیت این استان موثرند حسن روحانی پیش از انتخابات با انتشار بیانیه‌ای در خصوص حقوق اقوام، ادیان و مذاهب وعده داد که می‌خواهد با اجرای بندهای دهگانه بیانیه بخشی از فصل قانون اساسی را در خصوص حقوق اقلیت‌های قومی و دینی مذهبی از شعار به مرحله عمل درآورد. با گذشته بیش از یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم چه میزان از وعده های انتخاباتی حسن روحانی در حوزه حقوق اقلیت های قومی و مذهبی محقق شده است وضعیت اقلیت ها از لحاظ حقوقی و سیاسی در قیاس با دوران قبل از او بهتر شده است یا بدتر چرا خشونت ها در سیستان و بلوچستان رو به افزایش است این مباحث را با مهمانم دکتر عبدالستار دوشوکی فعال مدنی بلوچ و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن در میان میگذارم سلام بر شما آقای دکتر دوشوکی خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه خبری ما مرسی با تشکر از دعوت شما و خدمت شما و همچنین بینندگان خوب تلویزیون سلام عرض میکنم آقای دکتر مسائل اقلیت ها و قومیت های دینی و مذهبی یک سری مسائل عمده و اساسی است در کشور ما آقای روحانی در آغاز به کارشون وعده هایی در این زمینه دادن که اصول معطل مانده قانون اساسی رو در خصوص حقوق اقلیت ها اقوام،, اقوام دینی و مذهبی به, به, فعلیت برسونن ایشون چه گام های عملی برداشتن تا کنون آیا این شعار ها محقق شده واقعیت اینه که در مناطق قومی و بخصوص در رابطه با مناطق قومی مذهبی مثل کردستان و یا ترکمن صحرا این وعده ها هنوز محقق نشده ایشون خب وعده هایی داده بودند مبنی بر اینکه اون تبعیض رفع خواهد شد حتی وعده داده بودند که به اصطلاح معاون رئیس جمهور خواهند داشت از اهل سنت در صورتی که اینگونه نشد ایشون یک مشاور منتصب کردند آقای یونسی که نه تنها از اهل سنت نیست نه تنها از اقوام نیست بلکه از عقبه امنیتی اطلاعاتی هست در نتیجه ما وقتی نگاه میکنیم به مطالبات مردم بلوچ یا بقیه اقوام ایرانی مثل کردها، آذری‌ها، عرب‌ها یا ترکمن‌ها میبینیم که هیچ کدوم از اون وعده ها که امروز آقای روحانی بتونه ادعا کنه این وعده به خصوص رو من جامعه عمل پوشاندن اینجوری نیست در نتیجه من واقعا نمیدونم چی بگم چون هیچ چیزی برای گفتن در مورد وعده های آقای روحانی در مناطق قومی و اقلیت های مذهبی وجود نداره کما اینکه ایشون خب میتونن بگن که نمیذارن خب ایشون کسی هستند که بخشی از این نظام بودن قبلا میدونستن یعنی یک تازه وارد نیستن که خب تفلک نمیدونست که نمیذارن وقتی اومد رو کار بعد فهمید ایشون میدونستن قشنگ اوضاع حوال به چه صورت هست حالا مشخص نیست که این وعده ها واقعا صادقانه بود یا اینکه مخلوطی از هر دو اگه بحث عملگرایی رو از این مبحث جدا کنیم به نظر شما آیا اراده ای برای تغییر هست در مورد حقوق و ببینید واقعیت اینه که برای درک این مطلب باید به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بپردازیم ما میبینیم که خب گروه های مختلفی هستند که نگاه های مختلفی دارند هم نگاه های سیاسی هم نگاه های امنیتی و به خصوص این نگاه امنیتی هست که قلبه پیدا کرده بر تمام اون فعل و انفعالاتی که در ایران صورت میگیره و تعیین کننده اصلی اون هست متاسفانه خب آی روحانی میخوان که مثلا یک استاندار من شخصا برداشتم اینه که ممکنه ایشون بخوان یک استاندار اون که من اونا رو میگم سنی اسنا عشری یعنی استانداری که کاملا ولایت مدار هست طرفدار نظام هست اونو داشته باشه چون هیچ فرقی نمیکنه در عمل اما خب یک سری نیروهای بقایت افرادی هستند که اونا حتی چون طرف سنی زاده هست حالا ممکنه در عمل از هر شیه اصولگرایی هم تندتر باشه ولی چون سنی زاده هست خب این تعصبات وجود داره در ساختار جمهوری اسلامی بخصوص در بین علمای قوم به همین دلیل اینو نمیذارن که یک سنی استاندار بشه در نتیجه در مملکتی که این همه دم از وحدت اسلامی میزنه و خودشو قرای جهان اسلام میدونه و اخیرا هم در ماه گذشته یک کنفرانس بزرگ ضد تکفیری داشتن که علمای اهل سنت رو دعوت کردن در صورتی که در کشور خودشون یعنی در ایران که بین 20 تا در 25 درصد جمعیت سنی هستند حتی یک استاندار نمیتونه سنی باشه در هیچ کدام از مقامات کشوری و لشکری در ردای بالا سنی وجود نداره و این تبعیض فقط در ایران است اینو به خاطر داشته باشیم که متاسفانه بعضی از افراطیون در ایران میگن خب تا این حرف رو می میگن میگه خب عربستان سعودی هم به شیعه ظلم میکنه اولا چه ربطی به مسئله عربستان سعودی ظلم میکنه چه ربطی به سنی های ایران داره حتی در همون عربستان سعودی که حکومت مذهبی داره سنی ها سفیر هست از اوز میخوام شیعه ها سفیر هستند حتی سفیر کاردار عربستان در مشهد سفیر عربستان در ایران شیعه بودن در نتیجه این ظلم و ستمی که برای اهل در ایران هست در هیچ کدوم از کشورهای اسلامی وجود نداره و این برمیگرده به همون مقوله ساختار قدرت در ایران که نگاه مذهبی امنیتی داره و تا این نگاه بر این کشور قلبه داره متاسفانه اوضاع عوض نخواهد شد به نگاه امنیتی اشاره کردین آی دکتر یه جمله اخیرا آقای یونسی گفتن که دقیقا من جمله رو بر شما میخونم گفتن که برخی اقلی... کسانی هستند که گروهی ادهی برخی اقلیت‌های را رو غیر خودی به حساب می و معتقدند که پوست ها و مموریت های حساس رو نمیشه به این اقلیت ها ده. این نگاه امنیتی از کجا ناشی میشه؟ بقیه من این نگاه برمیگرده به اون بافت مذهبی حکومت ایران که شیعه بسیار متعصب هست و همه چیز رو از پشت دریچه یا پشت عینک مذهب خودشون یعنی مذهب متعصب شیعه ولایت مدار می بینن که بقیده من با مذهب اکثر مردم جامعه یعنی اکثر هموطنان شیعه مسلمان شیعه که طرفدار این نظام نیستن و با این نوع نگاه مخالفن متفاوته در نتیجه تا زمانی که این نگاه تند مذهبی که خودشو در تقابل نه تنها با بقیه ادیان و مذاهب بلکه با بقیه جهان میبینه این برمیگرده به دکترین امنیتی جمهوری اسلامی به اون جهان بینی که نسبت به جهان داره و همه چیز رو در این جنگ بین به قول خودشون اسلام نام ناب محمدی خودشون و بقیه دنیا نگاه میکنه کما اینکه اخیرا هم دیدیم آقای روحانی در رابطه با اوپک که بیشتر اعضای اون مسلمان هستند گفتند که در رابطه با قیمت نفت این یک توطعه هست یعنی همه چیز رو توطعه میبینن حالا قیمت نفت پایین اومده در صورتی که بیشترین تولید کنندگان نفت در دنیا مسلمون نیستن خب به ضرر خودشونه ولی اینا همه چیز رو از یک نگاه توطعه میبینن و به همین دلیل تا زمانی که این نگاه امنیتی خشن مذهبی مبتنی بر توتعه و تضاد و تقابل با بقیه دنیا و بقیه مذاهب بر این نظام غلبه داره این ادامه خواهد داشت متاسفانه خب به این نگاه چه تاثیر و تبعاتی میتونه در فضای سیاسی کشور داشته باشه نگاه امنیتی خب اینو میتونیم از دو منظر مورد بررسی قرار بدیم یکی در رابطه با اقلیت های قومی مذهبی که کما اینکه شما اشاره فرمودید آیه یونسی گفتن یه ایده حاضر یعنی اقبیر بلوچ رو خودی نمیدونه خود این... خب ببینید این بعضی مقادم این حرفا رو که میشنوه واقعا نمیدونه یعنی به عنوان یک تحلیلگر شما یک تحلیلگر رو دعوت میکنید بیاد اینجا قشنگ توضیح بده ولی وقتی این مسئله رو میشنوه که یک نفر از کوهستانهای عامل یا عراق اومده یعنی اصلیتش اصلا ایرانی نیست این میاد مثلا به کرد و بلوچ که هزاران سال در ایران زندگی کردن به اینا میگه خب اینا ایرانی خالص نیستن نمیشه بهشون اعتماد کرد شما وقتی این نوعی اشغال هستن یعنی تفکر اشغالگرایانه کسایی هستن که خودشون حالا برای من فرق نمیکنه هر کسی میخواد ارمنی باشه یا میخواد عرب و لبنانی باشه اومدن ایران ایرانی هستن ولی یه نفر که اسارتش به صورت نسلی ایرانی نیست بیاد و به بلوچ و کرد و دیگر اقوام اصیل ایرانی که در اونجا بودن بگه که خب نمیشه به اینها اعتماد کرد انگار که ایرانی خال خالص نیستن کما اینکه این صحبت هایی بود که اخیرا هم ماه پیش شده بود این نگاه نشون میده که متاسفانه این قوم کاملا به بیراهه رفتن این قومی که به عنوان حکومت بر کشور ما ایران دارن فعلا سلطه جویی میکنن و این در مورد اقوام خب مشخصا اینه که اونها رو اصلا حساب نمیکنن ایرانی حتی از مقام های بسیار کوچکی در صورتی که حتی یعنی موافق جمهوری اسلامی باشن همون گفتم سنی اصلا شری هم باشن اونها را کنار میذارن در سطح کلی هم این نگاه خودی و غیر خودی وجود داره حتی کسانی رو که رئیس مجلس بودن خودشون بخشی از نیروهای امنیتی نظامی اطلاعاتی این نظام بودن برای سالها اگر بخواند کوچکترین انحرافی داشته باشن از خط آقایون اونها رو هم حس میکنن این حس گرایی و نگاه خیر خود خودی خب از روز اول شامل حال ما ها و اهل سنت و کردها و غیره بوده الان گریبان خودشون هم متاسفانه گرفته همین آقای یونسی که صحبت از غیر خودی ها میکنن اشاره میکنند که در سیستان و بلوچستان از نیروهای شایسته بومی به خوبی استفاده شده آیا شما این مسئله رو تایید میکنید؟ ایشون در مورد کدوم منظورشون از بلوچ ها بلوچ های سنی میگن در مدیریت های کلان شاید استفاده نشد ولی در مدیریت های میانی از نیروهای شایسته بومی و منطقه و قومی و مذهبی استفاده شده آیا شما این رو تایید میکنید؟ واقعیت اینه که در بلوچستان حدود 70 درصد جمعیت بلوچ و اهل سنت هستند و بجز یک یا دو معاون استاندار و سه نفر فرماندار و یک مدیر کل که جمعا اینا رو همه رو با هم دیگه این بلوچ هایی که در, در سطح استان در پایین تر از سطح استاندار هستن خیلی کمتر از ده نفر می در بین بگیم صد نفر مدیر ارشد در استان خب در استانی که هفتاد درصد اون جمعیت بلوچ و اهل سنت هست فقط ده درصدشون و اونم اینم تاکید کنم حالا کار نداریم به اون مقوله نمیپرسین چون من ناچارم اینو تاکید کنم اینا کسایی هستن که شدیدا طرفدار نظام هستن کسایی هستن که در عرض سی سال گذشته امتحان خودشونو به نظام و به صورت موفق آمیز پس دادن ولی نکته دیگری هم که متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی همیشه با نوعی مغلطه کاری مطرح میکنه اینه که ما اینی که به عنوان مثال میگن نخیر آقای جوشوکی وقتی میگه ده درصد این گونه نیست ما حاضریم با آمار ثابت کنیم که چه پنجاه درصد بومی هستند اما منظورشون از این بومی ها شیعای زابولی هستند این هستند که زابولی هستند که فرزبان و نیروهای خودی, بل خودی من بلوچ ها نیستن نیستند خب اونها هم بومی حساب میشن بله. از اون و افرادی که خب مثلا 20 سال در اونجا بودن اونها هم ممکنه بومی حساب بشن ولی مشخصا بلوچ و اهل سنت کمتر از ده درصد هست یکی از پیامت های این همین نگاه امنیتی که شما بهش اشاره کردید در استان سیستان و بلوچستان مسئله ناامنی هست موضوع ناامنی اصلا پدیده ناامنی ریشش کجاست توی سیستان و بلوچستان ببینید ریشه این بقیده من اولا در سیاست های جمهوری اسلامی است کما اینکه ما صحبت کردیم این نگاه خودی و غیر خودی در نتیجه اون ظلم و ستم و تبعیض و نابرابری که بر علیه مردم بلوچ اهمال میشه باعث شده که بخش وسیعی از مردم و به خصوص نسل جوان کاملا بیگانه بشن و خودشون رو مورد ظلم و تحت, تحت این رژیم ببینن و عکس عملی نشون بدن که کما اینکه در گذشته گروه های مثل جند الله یا جیش العدل الان یا جیش النصر این گروه ها وجود دارند موضوع دوم موضوع جغرافی های اون منطقه هم هست اه، اه، که خب به حال همسایگی با پاکستان و افغانستان هم مزید بر علت شده موضوع سوم ساختار اه، اجتماعی بلوچستان هست که اگرچه زیاد عامل پررنگی نیست ولی به حال در تحلیل کلی میتونیم به اونم اشاره بکنیم و اون اینکه خب به حال این جنگ ها و درگیری های تایفه ای وجود داره و جمهوری اسلامی به جای حل این درگیری های تایفه ای از این گسله های قومی یا تایفه ای که بین توایف مختلف در بلوچستان وجود داره حد اکثر استفاده رو میکنه تا این تنش رو در استان سیستان و بلوچستان نگه داره و کل این قضیه بر میگرده به واقعا عملکرد کرده جمهوری اسلامی که اون بستر رو برای خشونت اون بستر رو برای عکس العمل هایی که از طریق قانونی و از طریق مدنی به هیچ کس اجازه داده نمیشه در بلوچستان ابراز کنند خب به صورت یعنی به طرف خشونت پیش میره و ما میبینیم که این خشونت چه به صورت گروه های تکفیری گروه های مسلح و چه به صورت جنگ و درگیری در جامعه همچنان ادامه داره اون چونه که میخوام بهش اشاره کنم فعالیت گروه جندولا هست گروه جندولا ادعا میکنه که حامی حقوق بلوچ ها هست ولی دست به اسلحه شده و مبارزه مسلحانه رو برای رسیدن به هدفش انتخاب میکنه در مقابل جمهوری اسلامی افرادی که وابسته هستند یا به هر طریق با این گروه فعالیت رو شروع میکنه به اعدام کردن یعنی این خشونت های متقابل آیا به نظر شما مبارزه مسلحانه راه درستی برای پیگیری مطالبات مدنی هست ببینید شما اشاره کردید به جند الله که خب الان اسمش رو به جیش شد؟ تغییر, داده. و واقعیت اینه که اونها هم محصول اجتناب ناپذیر عمل کرده خشونت محور جمهوری اسلامی هستند و خود من در طی این سالها بارها خشونت رو محکوم کردم و معتقد نیستم که بشه اصلای خشونت با جمهوری اسلامی نه اینکه جمهوری اسلامی رو وادار کرد چون اصولا جمهوری اسلامی حیات و موجودیت خودش رو در خشونت میبینه حالا این خشونت میتونه بر علیه زنان باشه این خشونت میتونه به صورت اسید پاشی باشه میتونه به صورت اعدام باشه میتونه می به صورت درگیری با گروه های مسلح باشه در نتیجه جمهوری اسلامی از خشونت تقابل و درگیری استقبال میکنه این فرهنگ و دکترین امنیتی جمهوری اسلامی هست در نمیشه با این نظام یک گروه کوچک که مسلک خب اونها میتونن اون عقده ها اون عصبیت و ناراحتی خودشون رو بروز بدن ولی از نظر سیاسی و از نظر عملی بقیده من موثر نیست به نظر شما چرا جمهوری اسلامی حیات خودش رو در خشونت میبینه؟ بازم اگه برگردیم به جمهوری اسلامی و پیدایش اون در روز 22 بهمن سال 57 میبینیم بلا فاصله بعد از اون اولین کاری که کردن خب خیلی از مسئولین رژیم گذشته رو به صورت بسیار خشونت اعدام کردن و اونها معتقد بودن و این خیلی مهمه که انسان اینو درک کنه که درست مثل اینکه مثلا داعش رو نگاه کنیم یا بوکو حرام یا شباب یا طالبان اینا گروه هایی هستن که برای درک اینها باید بدونیم که اینها معتقدن خون و خونریزی درخت اسلام رو یا درخت انقلاب رو آبیاری میکنه حالا میخواد خون خودشون باشه یا از نظر اونا ترجیح میدن خون دیگران باشه این آبیاری درخت انقلاب از طریق خون در زمیر آگاه و ناخداغای جمهوری اسلامی نهادینه شده به همین دلیل بعد از اون هزاران نفر رو کشتن حتی جوانهایی رو که وقتی خمینی در پاریس بود عکس امام رو تو ماه میدیدن و برای اون تبلیغ میکردن این انسان حتی به اونا هم رحم گیرم این جوان اصلا اشتباه کرده ولی خب به هر کسی که یک اشتباهی کوچکی کرده مقاله نشریه خونده خب این اعدام نمیکنه ولی دیدم که اعدام کردن این نگاه همچنان ادامه داره کما اینکه میخوان خودشون رو آماده کردن در تقابل با امریکا و اسرائیل و بزرگترین فاکتوری که این رو تحکیم کرد جنگ ایران و عراق بود که واقعا این مسئله خون و شهادت رو در جمهوری اسلامی نهادینه کرد و به همین دلیل اونها خودشون رو با خشونت زیاد به نوعی هم خو و هم اونس میدونن و از اون طریق کارهاشون رو پیش بردن و پیش خواهند برد حالا به مسئله باز خشونت در سیستان و بلوچستان میپردازیم آیا تاکنون قانون جیش یا گروه هایی که مبارزه مسلحانه رو در پیش گرفتن تا حالا نماینده ای رو برای مذاکره با دولت جمهوری اسلامی برای گفتگو یا به نوعی نشستن بر سر یک مصالحه میان جمهوری اسلامی و احقاق حقوق خود بلوچ ها فرستادن یا آیا این اراده در طرفین وجود داره که اصلا گفتگو کنن یا به اون مرز رسیدن یا اینکه همینجور میخوان مبارزه مسلحانه رو ادامه بدن و خشونت سلسله بار خشونت میاره جیش الارد و در گذشته جن الله و الان هم جیش الارد اعلام کردن که حاضرن برای اونچه که اونها احقاق و حقوق مردم بلوچ و اهل سنت میگن حاضرن با رژیم مذاکره کنند همینجا من یه پرانتز باز کنم آیا مردم سیستان و بلوچستان واقعا جیش و یا این گروه هایی رو که اصلاعی به دستان نماینده واقعی خودشون میدونن؟ ببینید تا به حال هیچ من فکر کنم این نظر شخصی من هست و نمیتونم اینو تمام تعمیم بدن به تعمیم بدم به همه مردم واقعیت اینه که مردم سیستان و بلوچستان با خشونت مخالف هستن و معتقدن خشونت با تولید خشونت خواهد بود این نظر منه و به همین دلیل طرفداری از جند و جیش نمی کنن. ولی شما خب مشخصا طرفداران جیش العدل می نه این کاملا اشتباه است اگر طرفداری نمی چطور شد ما صدها نفر رو مسلح کردیم صدها نفر بلوچ رو جمهوری اسلامی در طی ده, ده, سال گذشته بیش از هزار نفر از اعضای ما رو کشته این صحبتی است که اونها در سایت های خودشون حتی در مورد خود من دوشگی هم میکنن که آقای دوشکی شما وقتی میگی میری تو تلویزیون ها و میگی این اصلا پایگاه ندارن مردم مخالفن ما حداقل هزار تا دا اعدامی داریم صدها نفر کشته داریم ده ها نفر با ما هستند و در جاهای مختلف هم عملیات انجام میدیم آیا واقعا شما قبل از اینکه بگی اینا پایگاه ندارن قدری فکر کنید که این هزار و اندی نفر جوان اینها بلوج هستند یا کسایی هستند که از جای دیگر اینها بلوج هستند منظور شما از پایگاه که چیه اگر منظورتون به در بین جوانان همون مردم هست توایف مختلف هست خب ما بین هزار تا دو هزار نفر در طی این ده سال داشتیم و نشون دادیم در نتیجه واقعیت اینه خب اگر نداشتن در عرض این دوازده سال علا رقم این که جمهوری اسلامی هر کدوم از اینا رو میگیره اعدام میکنه یعنی حزینه طرفداری و حزینه همراهی با جیش عدد و جند الله و جیش نست و غیره بالاترین حزینه است یعنی اعدام بازم صدها نفر از جوانان بلوچ به سوی اینها جذب میشن خب این رو میتونیم بررسی کنیم که اصلا منظور شما از پایگاه اجتماعی چی اگه منظورتون میلیون ها نفر است که رأی دادن که اون مشخص نیست اگر منظور اینه که بخشی از جوانها را میتونن در طی این سالها علا رقم این ادامه باز جذب کنند خب واقعیت تلخ که من هم با اون سازگار نیستم اینه که اینها دارن این پایگاه رو که بتونن جوانها رو جذب کنند در هر جامعه میتونه یه عده اقلیتی باشن که تحت تاثیر خیلی مسائل قرار بگیرن مخصوصا تو سنین جوانی و اصلی به دست بگیرن آیا اونها رو میشه نماینده واقعی مردم یا بگیم که اینها پایگاه اصلی گروه جشولت هستن در بین مردم در ساعتی که ما میبینیم توی انتخابات با شعارهایی که آقای روحانی دادن مردم سیستان و بلوچستان رأی خوبی با آقای روحانی دادن همه گونه که گفتم اکثریت مردم اکثریت قاطع مردم سیستان و بلوچستان این سالها گفتم با خشونت مخالفن و واقعیت اینه که تلاش میکنن که در چارچوب همین نظام از بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنن این کار رو در عرض حداقل 18 سال اخیر انجام دادن ولی اون گروه هایی که به جیش العدل میپیوندن یا جیش الناس یا گروه های دیگر اینها به حال بخشی از اون مردم هستن و هیچ کدوم نمیتونن ادعا کنن که ما نمایندگی میکنیم چون نمایندگی فقط میتونه در یک محیط کاملا آزاد و دموکراتیک و از طریق انتخابات آزاد مشخص بشه من حتی نماینده های استان سیستان و بلوچستان در مجلس رو هم نماینده مردم نمیدونم چون اینها در یک محیط آزاد انتخاب نشدن فقط یک اشاره کوچیکی بکنم به عنوان مثال آقای شریعت مداری که نماینده زاهدان هستن ایشون وقتی آقای جلیلی اومدن زاهدان در انتخابات تمام قوای خودشون رو به کار بردن که از زاهدان انتخاب بشه آقای جلیلی آقای جلیلی در زاهدان دوازده هزار رای آوردن تمام بقیه نیروهای اصولگرا به استثنای آقای روحانی رو کنار هم بذاریم همشون هشتاد هزار رأی در زایدان آوردن یعنی تمامی طرفداران اصولگراها و طرفداران نظام و غیره خود آقای شهریاری در مواقع انتخابات مجلس 128 هزار رأی میاره این رأی از کجا آورده مشخصه که تقلب هست و از این نظر میگم که حتی وقتی ما به نمایندگان مجلس که در سیستان و بلوچستان تنها سیستمی است که دارن انتخاب میشن اونا نماینده واقعی مردم نیستن در نمیتونیم ادعا کنیم که گروه های مسلح میتونن خودشون نماینده واقعی مردم قلمداد کنند من میخوام شما قدری از نقش فعالان مدنی فعالان مدنی و کسانی که از راه, راه های مسالمت خواهان یا پیگیری حقوق مردم بلوچستان هستن بگیرین آیا واقعا نهادهای های مدنی توی سیستان و بلوچستان اونطور که باید شایسته شکل گرفته و آیا نماینده ای دارن به این شکل؟ متاسفانه نه در سیستان و بلوچستان ام هیچ نهاد مدنی که بتونه فعالیت اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی بکنه وجود نداره. در گذشته کسایی بودند مثل یعقوب میرنهاد که یک انجمن ادارت جوانان بلوچ رو داشت. ایشون رو گرفتن، اعدام کردن که به اصطلاح درسی باشه برای بقیه که انجمن گروهی چیزی درست نکنن. در نتیجه واقعیت اینه که در بلوچستان این نگاه امنیتی بسیار شدید و سنگین هست. و کمتر نیروی بلوچی حاضر ریسک کنه و این اتفاقا این یکی از استدلال هایی است که گروه های مسلح همیشه همیشه در بیانی های خودشون از اون استفاده می و اون اینه که فرق نمی کنه شما اسلحه به دست بگیرید یا اینکه میخواید قلم به دست بگیرید در هر دو حال توسط جمهوری اسلامی اعدام خواهید شد خب در چه این مواقعی ما نمیتونیم واقعا اگر جمهوری اسلامی حاضر بشه به نیروهای مدنی در استان سیستان, سیستان،, سیستان، این فرصت رو بده این اجازه رو بده که مطالبات مدنی خودشون رو به صورت بسیار مسالمت آمیز مطرح کنند بله ما هم حاصل رو حاضریم کنار بذاریم. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی اجازه رو نمیده چون گفتم آه، اونجا آه، تو منطقه سیستان و بلوچستان نگاه شدیدن امنیتی هست من میخوام برگردم به نقش رسانه ها تو این مسئله آیا موارد نقض حقوق بشر در مشخصا استان سیستان و بلوچستان به طور کافی در رسانه ها پوشش داده میشه؟ متاسفانه نه آه آه نقص کجاست من فکر میکنم نقص برمیگرده به اون نگاه تبعیض آمیز ببین وقتی ما بر علیه جمهوری اسلامی این نگاه رو مطرح میکنیم واقعیت اینه که فقط جمهوری اسلامی نیست این یک فرهنگ قالبی هست در بین بسیاری از هم نه همه هموطنان در, بسی... در بین بسیاری از هموطنان چه در داخل و چه در خارج از کشور در داخل کشور هم در حتی در بین رسانه ها من فکر کنم حدود 5 درصد هستند که واقعا نگاه مثبت و خوبی نسبت به بلوچستان دارن مسائل رو مطرح میکنن ولی 95 درصد نگاه بسیار مخرب و منفی دارن نسبت به مردم بلوچ در بین رسانه های فارسی زمان خارج هم تقریبا به همین صورت هست 10 درصد از این رسانه ها نگاه مثبتی دارن سعی میکنن مسائل رو بیطرفانه پوشش بدن ولی بعضی از رسانه ها به بزرگ و شناخته شده این نگاه اینی همون دقیقا همون نگاه تبعیض آمیزی رو که جمهوری اسلامی برای مردم داره در بین این رسانه ها که من اونا رو میشناسم هم وجود داره و هیچ فرقی نیست این بر میگرده به اون نگاه ذاتی واقعا فکر میکنم در بلوچستان مشکل مشکل قاچاق هست مشکل عقب فرهنگی هست و جمهوری اسلامی ناچار این گونه برخورد کنه در صورتی که هیچ گونه اطلاع و آگاهی در مورد مسائل بلوچستان ندارن این گونه نیست بلوچستان رو مثلا 50 سال پیش در نظر بگیریم 50 سال پیش بلوچستان از نظر فرهنگی از نظر اجتماعی از کشورهایی مثل قطر و بحرین و امارات جلوتر بود در بلوچستان من یادم اون زمان در مراسم عروسی گروه های زن وجود داشت به نام مثلا برمان مثال یک زن معروف به نام هنوک بود یعنی یک جامعه سنتی عقب مانده نیست جمهوری اسلامی در عرضی 35 سال این جامعه رو با زور اصله و تنابدار وادار کرد که یک جامعه مذهبی بشه یعنی به عنوان مثال از مذهب به عنوان یک پدافند دفاعی در مقابل حجم های حکومت از خودشون حمایت میکنن در نتیجه نقش مذهب و مذهبی در استان و سیستان و بسیار برجسته شده و این کاری است که جمهوری اسلامی کرده دیوار در مرز پاکستان و افغانستان و استان سیستان و بلوچستان دیوار کشی هست روزانه سه تون مواد داخل کشور میشه بر اساس گفته های خود مقامات اینها از سیستان و بلوچستان نمیاد اکثر این مواد از طریق استان خراسان وارد کشور میشه در صورتی که این مسئله مثلا در مورد مردم خراسان مطرح نمیشه در, در صورتی بیشتر مواد از طریق خراسان وارد ایران میشه در مورد بلوچستان هم مردم سنی هستن کما اینکه مردم سنی هستن بیشترین میزان مشارکت رو در انتخابات از خودشون نشون دادن در, در چارچوب این نظام متاسفانه این نگاه نهادینه شده در زمیر ناخداگاه بسیاری از هموطنان ایرانی چه در داخل چه در خارج وجود داره و از نظر ما بلوچا هم واقعا چی میگن به قول معروف دست ما کوتاه و خورما بر نخیل به نظر شما فعالان مدنی در سطح ملی تا کنون از مطالبات مردم سیستان و بلوچستان حمایت کردن این حمایت رو در چه سطح میبینید؟ من فکر کنم هنوز آگاهی کامل در بین فعالان واقعا مدنی در حتی در خارج از کشور هم به صورت وجود نداره گفتم این خیلی مشکله برای بسیاری از این هموطنان که آگاهی کامل در سطح مسئله بلوچستان ندارن مسئله بلوچستان رو تجزیه و تحلیل کنند و بدونند که اصولا اونچه که مشکلات و معضلاتی که در استان سیستان و بلوچستان وجود داره من اونا رو برشمردم و نمیخوام دوباره تکرار کنم اینها ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی هست ناشی از برخورد تبعیض آمیزی است که مردم بلوچ همواره با اون روبرو بودند در طی صد سال اخیر و تا زمانی که این تبعیض و نابرابری وجود داره این مردم همچنان به صورت آمدانه و جابرانه محروم خواهند ماند و تا زمانی که محروم هستن میگن خب اینا محروم هستن در نتیجه نمیشه وزیر و وکیل و اینها از اینا انتخاب کرد چون محروم در صورتی که ما یک کشورهای همسایه نگاه کنیم افغانستان وزیر بلوچ داره پاکستان نخست وزیر رئیس جمهور و وزرای بلوچ داره عمان وزیر بلوچ داره امارات وزیر بلوچ داره بحرین وزیر زن بلوش داره مرد بلوچ خود چطور میشه همین بلوچ ایرانی وقتی میره به کشورهای همسایه مهاجرت میکنه اونجا میتونه وزیر و وکیل بشه در راده های بالا باشه اما در استان خودش خیلی فکر میکنه اینها قموندن نمیشه کاری کرد دیگه همین بلوچ ها وقتی به جاهای دیگه میرن به اروپا جای دیگه میرن میشن استاد و پروفسور و غیره اما در استان خودشون محروم هستن و این محرومیت یک محرومیت عمدی هست و جمهوری اسلامی هم اینو میدونه و متاسفانه این رسانه های در خارج از کشور هم هیچگونه مایل نیستن که برای پرداختن به حقیقت و شناس شناساندن واقعیت های بلوچستان از خودشون هیچگونه اقدامی نشون بدن به نظر شما آیا رسانه های خارج از کشور آ... این دلیلش نمیتونه باشه که یک نگاه کلیتر به سطح ملی در سطح ملی دارن در کشور و معذرات رو به شکل کلیتر میبینن و تقریبا دقدقه های اصلی این هستش که به جای تفرقه انداختن میان اقوام و اقلیت ها و اینا بر سر استراتژی که همه اقوام رو به شکل یک ایرانی متحد ببینن معمولا به این دلیل شاید پرداختن به حقوق اقلیت ها و قومیت ها به شکل خیلی خیلی مجزا به طور مفصل پرداخته نشه به نظر شما دلیلش این نمیتونه باشه کلیت یک کلیت این جو اجزا هستند که کل رو میسازن شما نمیتونید اجزای منفی داشته باشید و اینا رو کنار هم بچینید و یک نظر مثبتی در مورد اونها بدید واقعیت اینه که این نگاه نگاه مرکز محور که در ایران بوده و اخیرا هم ماه پیش هم ما دیدیم که شخصیت های برجسته ای و این خیلی مهم فرد این رو اشاره کنم چون اتفاقاتی شخصیت های برجسته از جبهه ملی مثل آقای عبدالعی عدی و بروبت شخصیت های برجسته فرهنگی سیاسی مثل آقای دکتر ماجرانی گفتن که اساس هویت ایران یکیش مذهب شیعه است یکی زبان فارسی آقای عبدالل... جبهه ملی هم به نوعی همین رو تکرار کردن و گفتن اعضای جبهه ملی باید شیعه باشند یعنی من سونی نمیتونم جب... عضو خب وقتی این نگاه وجود داره که یه باید شیعه باشی و باید فارس زبان اون وقت ایرانی کامل هستی خب بنده که نه فارس زبان هستم و نه شیعه تکلیفم کجاست اون وقت وقتی بهم به اعتراض میکنن این معناش این نیست که میخوام تفرقه تفرقه اتفاقا خود اینها دارن با این حرفها با این عملها و این رفتارهای تبعیض آمیز وجود میارن و اتفاقا ما کسایی هستیم که ضد تفرقه هستیم و خواهان مساوی و برابری کامل بین همه ایرانیان بدون هیچ گونه نگاه زبانی قومی مذهبی کاملا هر ایرانی در هر کجای ایران باید مساعی باشه و اونهایی که این تفرقه را در از طریق تبعیض وجود بیان باید محکوم بشه سپاسگزارم از حضور شما در برنامه خیلی متشکرم از شما بینندگان ارجمند هم بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این ویژه برنامه برای کسانی که موفق به پخش زنده آن نمی شوند در وبسایت ما به آدرس ایران فردا live.com موجود است. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما که نشانی آن را در روی صفحه تلویزیون میبینید با ما در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. منتظر شما هستیم تا برنامه دیگر شاد و تندرست باشید.